درود بر شما دوستان. نشست هفتگی هماندیشی حزب سکولار دموکرات ایرانیان رو آغاز می‌کنیم و بحث این هفته پیرامون پیشنهاد آقای دکتر نوریالا در مورد روند آلترناتیو سازی هستش. در پیشنهاد آقای دکتر نوریالا همونطور که در جریان هستید 6 مرحله گذار برای آلترناتیو سازان که قرار فاعل فعل آلترناتیو سازی باشن مطرح شده که عبارتند از تعیین هدف، گسترده کردن عضویت ها در گروه، تأمین منبع حقانیت برای کاری که انجام میدن، ایجاد تشکیلات و تقسیم وظایف، اعلام موجودیت و آغاز فعالیت علنی و با توجه به اینکه گروه اعلام موجودیت کرده، آغاز فعالیت برای شناسوندن خودش به مبارزان علیه حکومت اسلامی و کسب اعتماد و مأموریت از اونها. ما همونطور که در جریان هستید تا حالا بحث درباره 3 مرحله اول این طرح رو به پایان بردیم، ولی قبل از اینکه به مرحله 4 طرح پیشنهادی دکتر نوریالا بپردازیم، ایشون یه ویدیوی تکمیلی رو برای من از قبل فرستادن با توجه به اینکه الان در سفر به سر میبرن و از شهر دیگری با ما در ارتباط هستن از طریق زوم، که در این ویدیو مربوط هست به همون مرحله سوم، یعنی تأمین منابع حقانیت، و در واقع مجموعه بحث در مورد حقانیت رو ایشون در این ویدیو جمع بندی میکنن. پس از شما دعوت میکنم که این ویدیو رو با هم ببینیم. دوستان ارجمندم سلام بر شما. بررسی طرح 6 مرحله من برای تبیین روند آلترناتیو سازی تا به حال 3 مرحله رو طی کرده و مرحله سوم یعنی منابع تأمین حقانیت هم در برنامه گذشته به پایان رسید و حالا بعد می‌رفتیم به مرحله 4. اما من فکر کردم که در همین منزل باید به یک نکته مهم دیگه هم توجه کنیم و اون وجود ترکیبی از منابع حقانیته که امکان تأمین حقانیت رو به شدت بالا میبره. به هر حال وقتی ما 3 منبع رو شناسایی میکنیم و در هر منبع هم با 2 نوع روبرو هستیم، در واقع تعداد منابع موجود برای کسب حقانیت نه 3 که 6 خواهد بود، در این حالی که این منابع با هم مانعت و جمع هم نیستن و یک نفر یا یک گروه میتونه از چند منبع به صورت همزمان و مشترک کسب حقانیت بکنه. از اونجایی که این روزها بحث درباره به میدان آمدن شاهزاده رضا پهلوی خیلی گرم شده، من امروز میخوام از وجود ایشون به عنوان شخصی که واجد منابع متعدد حقانیت استفاده کنم و بحثم رو با استفاده از این نمونه ارائه بدم. چرا که واقعا در حال حاضر، ببینید تأکید میکنم که در حال حاضر، چرا که ممکنه 1 سال دیگه وضعیت همونی نباشه که الان هست. بله، در حال حاضر هیچ شخصیت دیگری رو نداریم که این چنین واجد منابع چندگانه ای از حقانیت باشه. اولین منبع حقانیت رو گفتیم سرشناسی و معروفیت شخص است که از 2 طریق سنت خونی و اجماع به دست میاد و میبینیم که هر دو هم در مورد ایشون صدق میکنه، یعنی ایشون از نظر خونی نوه رضا شاه و فرزند محمد رضا شاه است، ولیعهد پدر خودش بوده و برای پادشاهی در سلسله پهلوی تربیت شده و طبق قانون اساسی مشروطه پادشاه در تبعید ایران محسوب میشه. در این حال خب میدونیم که ایشون رو تمام مردم ایران و جهان با همین ویژگی ها میشناسن و رسانه های مختلف هم همواره برای گفتگو با ایشون وقت دارند. پادشاه های کشورهای
پادشاهی دیگه هم ایشون رو جزی از خودشون میدونن و ایشون رو برای شرکت در مراسم مختلف خودشون دعوت میکنن. ما سکولار دموکرات ها هم که مدت هاست ایشون رو به عنوان یک شخصیت سکولار دموکرات شناختیم و به عنوان یک سرمایه ملی خودمون قبول کردیم. اما نکته طرفه اونه که خود ایشون تصمیم گرفتن که رابطه خونی و سنتی رو از میان منابع تأمین حقیقت حذف کنند. شما به این قسمت از سخنان ایشون توجه کنید. من اساس دموکراسی رو بر مبنای جمهوریت ببینم. یعنی چی؟ یعنی حق انتخاب مردم در تعیین سرنوشت خودشون و حکومت بر خود، بر مبنای انتخابات، بر مبنای تعیین کردن مسئولیت و دادن پروانه به کسانی که بایستی در مقابل این رأی پاسخگو و مسئول باشن. من فکر میکنم که ما باید برسیم به اون مرحله‌ای که نهادهای سنتی رو مبنای حکومت الزاماً قرار ندیم. من در واقع میخوام بهتون بگم که در مقابل آنچه که باور دارید میراثارش هستم، خود من ربل هستم. چرا؟ برای که اگر از من بپرسید، من یه سیستم جمهوری رو ترجیح میدم. برای این که یک دوره مشخص انتخاباتی پیش میاد به کسی مسئول است. ممکنه این نیستم که شاید برای بعضی فرهنگ ها شاید نماد سمبولیک لازمه باشه، ولی به عنوان دموکرات نمیتونم توجیه بکنم که مبنای تعیین شدن یک مسئول حتی به مفهوم سمبولیک میتونه یه مبنای موروثی داشته باشه. بایستی یک نوع مبنای انتخابی داشته باشه. اگر روزی برسیم که نهاد پادشاهی یا سامانه پادشاهی برای کشوری مثل ایران همچنان لازم هست، چه اشکالی داره که این مبنای این مسئله انتخاب یا پیشنهاد یک فرد شایسته برای این مقام باشه؟ نه الزاما بر مبنای که اگه کسی پدرش یا مادرش کاری بود فردا قرار این مسئولیت رو داشته باشه بر مبنای موروثی. من نمیتونم به عنوان یک دموکرات این مسئله رو برای خودم توجیه کنم. البته توجه کنید که این نفی و انکار ایشون چیزی از اهمیت سنت خونی در ایجاد حقانیت کم نمی کنه. چرا که اگر ایشون از روز اول یه آدمی مثل من و شما بود، معلوم نبود که با همه ویژگی های شخصی که میتونست داشته باشه اینطور هم مورد توجه باشه. در این حال اگرچه نفی ارتباط خونی به عنوان یک منبع حقانیت یک کار شدنیه و ایشون انجامش داده، اما مسئله اجماع در مورد شایستگی یا ناشایستگی فرد از دست اون شخص خارجه و این جامعه است که طرف رو زیر ذره بین میگذاره و در موردش قضاوت میکنه. اجماع هم به معنی رأی مشترک همه نیست، بلکه به گروه‌های کثیری از مردم برمیگرده که با گفتارها و شعارهای خودشون یک کسی رو بزرگ و یک کسی رو کوچک می‌کنن. شما مثلا ببینید الان به گواهی ویدیوهایی که از ایران میرسه همه مشغول لعن و نفرین و طرد خامنه‌ای هستن و به نظر میرسه که در نفی او اجماع بزرگی در داخل کشور شکل گرفته. در مقابلش هم همکنون یا تا اکنون در بخشایی از تظاهرات نام هیچ کسی جز شاهزاده رضا پهلوی به گوش نخورده. یعنی اگر شعار رضا شاه روحت شاد رو به معنی تمایل به شاهزاده نگیریم، بلکه اونو بزرگ داشته مردی بدونیم که کوشید از نفوذ روحانیت کم بکنه، اما تکریم شاهزاده رو از جانب بخشای وسیعی از جامعه امروز نمیتونیم منکر بشیم. در همون منبع اول حقانیت همچنین به نقش کاریزما در روند جلب اجماع مردم هم اشاره کردیم و گفتیم که کاریزما در دوران مدرن دیگه از طریق اتصال به عالم غیب یا ادعای اتصال به عالم غیب به دست نمیاد، بلکه
رفتار درست، ظاهر آراسته، پرونده پاک، بروز بودن از لحاظ اندیشه، خوش بیان بودن، داشتن قدرت استدلال و اقناع و از این نظایر، این هاست که برای شخص کاریزما میاره یا او رو کاریزماتیک میکنه. ببینید در مقایسه با مدعیان رهبری، مثلا خانم رجوی یا آقای تاج‌زاده و یا آقای حسن شریعت‌مداری، مسلماً شاهزاده در همه موارد بر اونها برتری داره و جاذبه کاریزماش از بقیه بیشتره. و اگر این نکته رو هم بر اون دو امر دیگه، یعنی رابطه سنتی و اجماع، اضافه کنیم، میبینیم که چگونه در هم آمیختن منابع مختلف موجب حقانیت بیشتر و برجسته تری میشه. اما برسیم به نوع دوم از منابع حقانیت که به گفتمان ربط دادیم و گفتیم که البته گفتمان میتونه ایدئولوژیک باشه یا نباشه. خب از اونجا که ما سکولار دموکرات ها گفتمان سکولار دموکراسی رو ایدئولوژیک نمیدونیم و در طی سالهای زیادی گذشته هم شاهزاده همواره مبلغ این گفتمان بوده، فکر میکنیم که گفتمان سکولار دموکراتی هم به خصوص با جوانای امروز ایران و آرزوها و ارزشهای فرهنگی اونها رابطه داره، یکی دیگه از منابع حقانیت شاهزاده رضا پهلویه و شاید این منبع حتی بیش از اون دو منبع قبلی در مورد مقبولیت و محبوبیت ایشون صادق باشه. و بالاخره این هم هست که شاهزاده از طریق رسانه ها داره کسب حقانیت میکنه و اتفاقا اعتراضات مخالفین حضور شاهزاده در صحنه سیاسی و اپوزیسیون هم بیشتر بر همین مورد تاکید میکنن و اینگونه بیان میشه که کشورهای غربی و امپریالیستی که میخواهند شیره جان ملت ایران را بمکند، به طور مداوم و سیستماتیک به تبلیغ ایشون مشغولند. اما با توجه به مطالب هفته پیش که عرض کردم، همین اقبال رسانه ها به ایشون که میتونه با نیت بد باشه، میتونه با نیت خوب باشه، ولی این اقبال وجود داره، نشون از این داره که گردانندگان این رسانه ها هم دریافتند که شاهزاده رضا پهلوی با خیلی جوانان ایران یک رابطه گفتمانی داره. و اجزای این گفتمان چیه؟ خواستها و ارزشهای فرهنگی جوانان امروز. پس همه این رسانه ها هم میکوشند که از طریق توجه به شاهزاده خودشون هم در دل جوانان ایران راهی پیدا کنند. حالا چه استفاده ای از اون خواهند کرد رو آینده نشون خواهند داد. به این ترتیب من میگم در یک مطالعه آزمایشگاهی علوم اجتماعی میشه شاهزاده رضا پهلوی رو نمونه از شخصی دونست که حقانیت خودش رو برای حضور تأثیرگذار در اپوزیسیون از چند منبع به دست میاره. البته اینم بگم و تموم کنم، ما هنگامی که به پایان بحث در مورد مراحل ششگانه آلترناتیو سازی رسیدیم، بار دیگر به مورد شاهزاده برمیگردیم تا ببینیم که ایشون در امتحان شش موردی ما چه قوت ها و چه ضعف هایی دارن. ممنون. خب دوستان گرامی، سخنان دکتر نوری‌علا رو شنیدیم با هم. خانم سارا فرزان، بفرمایید، خواهش میکنم، زمان در اختیار شماست. بله، اون چه که مسلمه بعد از سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی، ما به یک صف‌بندی و یک برملا شدن
آنچه در پس ذهن بسیاری از گروه‌های مخالف و اپوزیسیون جمهوری اسلامی بود برخورد کردیم و بسیاری از این گروه‌ها بعد از این سخنرانی در واقع نیات پنهان و آشکار خودشون رو علنی‌تر بیان کردن. اما آنچه که مهمه اینه که ما در روزگار آلترناتیو و در ساخت این برنامه‌ها یک استراکچری رو برای آلترناتیو سازی تعریف کرده بودیم و در این راستا رسیدیم به بحث تأمین حقانیت برای آلترناتیو و به نظر میرسه که با توجه به همزمانی این سخنان میتونیم از نمونه شاهزاده رضا پهلوی به عنوان نمونه‌ای که میتواند بحث ما رو تکمیل بکنه استفاده بکنیم. اینکه آیا شخصیت شاهزاده رضا پهلوی دارای اون حقانیت گفتمانی هستند برای اینکه در یک پروسه آلترناتیو سازی ایشون بتونه رهبری گروه ائتلافی اپوزیسیون رو به عهده بگیره، اینجا ما نیاز به این داریم که یک نگاهی بکنیم به اون منابع تامین حقانیت. هفته گذشته هم من اشاره به این موضوع کردم که در صورتی که ما بحث پیوندهای خونی رو به عنوان یک فاکتور برای تأمین منبع حقانیت، رسانه ها رو، گفتمان رو و شخصیت کاریزماتیک رو به صورت یک دایره هایی ببینیم که اینها همه در ساخت یک آلترناتیو تاثیرگذار هستن، تأمین حقانیت آلترناتیو تاثیرگذارن. من اون هفته هم در تحلیل خودم گفتم اینها مثل دایره هایی میمونن که در هم در واقع متقاطع هستن، در هم در یک جاهایی با هم دیگه اشتراکاتی رو دارن. حالا اگر ما بیایم و اینگونه تحلیلمون رو ادامه بدیم که در صورتی که این آلترناتیو و این آلترناتیوی که قراره در این روزگار ساخته بشه و در واقع اون حقانیتش تعریف بشه رو زیر ذره بین بذاریم، اون موقع ما میتونیم به این نتیجه برسیم که در صورتی که گفتمان آلترناتیو ما الان نگاه میکنیم میبینیم که شاهزاده رضا پهلوی رو به لحاظ خونی حتی ما گفتیم که شون یک فاکتور شاهزادگی رو دارن که خودشون اعلام کردن، اصلا ما دیگه در قرن 21 دنبال یک همچین فاکتور موروثی و خونی نخواهیم بود. خودشون رسما این اعلام کردن که من به دنبال سلطنت موروثی نیستم و حتی اشاره کردن که اگر قرار بر این باشه که مردم بخواهند نمادی رو به عنوان نماد وحدت ملی و نماد یک تاریخ، یک پشتوانه تاریخی به عنوان یک شاهزاده یا شاهنشاهی، اینها باز هم بر این باور هستم که این نماد باید به شیوه دموکراتیک از دل یک انتخابات آزاد مردمی بیرون بیاد. بنابراین عملا روی بخش در واقع تأمین حقانیت به سبب نژادی و خونی خط بطلان کشیدن و حالا ما به منابع تأمین حقانیت جدیتری مثل گفتمان و رسانه و خود شخصیت فرد آلترناتیو رسیدیم. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که گفتمان شاهزاده رضا پهلوی همان گفتمانی است که مردم بر اساس نیازها، باورها و آنچه که در واقع در این مقطع بهش رسیدن، مردم ما پس از 43 سال زندگی در یک سیستم در واقع فاسد سیاسی دینی به این نتیجه رسیدن که نمیخواهند نهاد سیاست و در واقع دین رو با هم درآمیخته ببینن، چون که مظاهر دین رو در فساد و خیانت و جنایت تجربه کردن. حالا اگر آلترناتیو و اون شخصیتی که میاد و گفتمان سکولار دموکراسی رو مطرح میکنه و براش صحه میذاره، این گفتمان همزمان مطابقت پیدا میکنه با نیاز مردم، حقانیت تحکیم این تجمیع، حقانیت تحکیم اعتبار و حقانیت آلترناتیو رو بیشتر میکنه. اگر شخصیت آلترناتیو شاهزاده رضا پهلوی دارای فاکتورهایی هستش که به لحاظ کاراکتر، شخصیت، تحصیلات،
گفتمان و همه آنچه که امروزه مردم به خصوص جوانان میپسندن، اون میاد در واقع صحه میذاره بر حقانیت اون آلترناتیو. بنابراین در صورتی که حالا رسانه ها هم، وقتی که رسانه ها هم میان و به نوعی گفتمان شاهزاده رضا پهلوی رو در واقع روش مانور میکنن و نقد و بررسی میذارن و در واقع نظرات مختلف رو میگیرن، به نوعی این باور رو تبلیغ میکنن، ما اینجا هی قدم به قدم میریم که این تأمین حقانیت رو تحکیم ببخشیم. و حالا داریم میبینیم که در این روزگار آلترناتیو ما تنها فردی که میتونیم فکر کنیم تمام اون منابع حقانیت رو در خودش میتونه جمع بکنه و داشته باشه، در حال حاضر ما شاهزاده رضا پهلوی رو داریم. و اگر قرار بر این باشه که کسانی ادعا بکنند که افراد دیگری این قابلیت رو دارن، این گوی و این میدان بیاورن، مجاهدین خلق چه گروهی، چه فردی رو میخوان بیارن که این پشتوانه ها رو داشته باشه؟ آیا شخصیت مریم رجوی با اون کاراکتر روسری و اون دامنی که نصف پاهاشم بیرونه، اون حقانیت در واقع آلترناتیوی رو داره برای مردمی که بیزار و منزجر از ایدولوژی مذهبی شدن؟ آیا گروه های جمهوری خواهی که امروز مستقیما صف بندی کردن در مقابل شاهزاده رضا پهلوی، کدام یکیشون دارای اون کاراکتر به لحاظ شخصیتی، کاریزماتیک، گفتمانی و رسانه‌ای هستن که با این صراحت در مقابل ایشون ایستادن؟ کسی که فقط در حال حاضر میخواهد محور ائتلاف و همگرایی و همسویی در مسیر عبور از جمهوری اسلامی باشه و هیچ ادعایی برای رهبری آینده نداره. خب مردم این رو میبینن، میشنون و هر چقدر بیشتر مخالفان شاهزاده رضا پهلوی در مقابلشون صف بندی میکنن، من فکر میکنم حقانیت ایشون و اون اجماع برای حقانیت پررنگتر خواهد شد. سپاسگزارم. سپاسگزارم از شما. وقت بعدی رو خود من گرفتم، خواستم عرض کنم که همونطور که گفته شد در حال حاضر در جمع انحلال طلب‌ها و سرنگونی طلب‌ها به غیر از شاهزاده رضا پهلوی، همونطور که اشاره شد، هیچ یک از رهبران و یا کسانی که احتمالاً مدعی رهبری اپوزیسیون هستند، چه اپوزیسیون داخلی حکومت و چه خارجی، تا حالا نتونستن ثابت کنن که بخش چشمگیری از ملت ایران اونا رو به رهبری میشناسن. و اتفاقا به همین خاطره که خودشون در حد و اندازه یه رهبر ظاهر نمیشن، یعنی خودشون نمیخوان که ظاهر بشن چون از وضعیت باخبر هستن، فقط گهگاهی یه اعلامیه میدن یا میان یه گفتگویی در رسانه ها انجام میدن و عملا کسی هم واقعیت اینه که زیاد تحویلشون نمیگیره. مشکل اصلی چهره های سرشناس حاضر در بین انحلال طلبان و دیگر گروه های اپوزیسیون، چه اپوزیسیون داخل و چه اپوزیسیون خارج کشور، اینه که حقانیت برای ادعای رهبری رو دارا نیستن، همونطور که گفته شد. به خاطر همین هم هست که کارشون همیشه به بنبست خورده. در مورد داخل کشور، البته همونطور که میدونید در داخل کشور این مدعیان با سرکوب حکومت استبدادی و یا با حصر خانگی روبرو هستن و با مرگومی رو دیگه این بر همه روشن هست. در خارج کشور هم که وضع مشخصه. اما در مورد شاهزاده که بخشی از این فایل صوتیش پخش شد، من فکر میکنم که به نسبت سایر کسانی که مدعی رهبری هستن، هم به واسطه گذشته‌ای که ایشون داشته در بین مردم شناخته شده است و هم کاریزمای لازم برای رهبری رو داره. این گفتگوهای اخیر ایشون، چه این فایل صوتی که پخش شد و چه همین سخنرانی اخیرشون، هم یک مسئله جدی رو به نظر من نشون میده و اون اینکه تاکید ایشون بر موضوع حاکمیت ملت و رأی ملت هست. من فکر میکنم در این سخنرانی های اخیر تمام صحبت ایشون بر سر اینه که امروز که دوران قبل از سرنگونی هستش، بحث نشه بر سر اینکه الان جمهوری بهتره یا پادشاهی. فردای
سرنگونی وقتی رسانه‌های آزاد وجود داشته باشن، وقتی احزاب آزاد وجود داشته باشن، طرفداران جمهوری بتونن آزادانه در ایران با هم میتینگ بذارن، طرفداران پادشاهی بتونن فعالیت بکنن، اون وقت میشه در یک انتخابات آزاد منتظر انتخاب مردم بود. نکته بعد هم این که در مورد، چون دکتر نوریالا توی این بحثشون اشاره کردن در مورد شعار رضا شاه روحت شاد، بعضی از پیشفرض ها حکایت از این میکنه که نمیشه به این شعار استناد کرد و نمیشه ادعا کرد که اکثر مردم خواهان رهبری شاهزاده هستند. به نظر من این که ما الان بر سر پیشفرض های خودمون تکرار کنیم که مردم خواهان شاهزاده نیستن یا اینکه این فقط یه شعاره، با این کار فقط ضربه میزنیم به روال سرنگونی رژیم اسلامی. اصلا این شعار مردم رو هم اگر بذاریم کنار، معلومه که پهلوی هر چی که بود در نگاه بسیاری از مردم ایران نماد و نشانه دورانیه که ایران اعتبار داشت، دورانیه که زنان درش ارزشمند بودن، پول مردم، پول کشور ما ارزشمند بود. به باور بسیاری از مردم ایران پهلوی نماد توسعه ایرانه، نماد پیشرفت کشوره و پیشرفت همون چیزیه که 40 سال، 43 سال از مردم دریغ شده. الان به باور من شاهزاده رضا پهلوی درسته که مثل تمامی اعضای اپوزیسیون یک شهروند تبعیدی ایرانی هستن، اما یک فرق عمده با سایر مدعیان رهبری اپوزیسیون دارن و اون این که ایشون به واسطه سابقه پهلوی بودنشون در بین مردم شناخته شده هستن و به علاوه بر اون از همه مهمتر به نظر من نخبگی سیاسی خودشون رو در سخنان خودشون نشون دادن، در همین سخنانی که الان پخش شد. همین که با تکیه بر حق انتخاب مردم در تعیین سرنوشت خودشون همچنان از ملت کسب حقانیت میکنن، یعنی اینکه ایشون به معنای دقیق دارن وظایف یک رهبر مدرن رو به خودشون و به ملت ایران یادآوری میکنن. و اگر خاطرتون باشه در اولین قسمت‌های برنامه روزگار آلترناتیو هم به این موضوع اشاره شد که در دوران پیشامدرن منبع و منشأ حقانیت یا سنت بود یا کاریزما بود و یا استبداد و زور، اما در دوران مدرن مفهوم حاکمیت ملت و رأی ملت مطرح میشه، همونطوری که در همین بخش کوتاه از سخنان شاهزاده هم شنیدید. توی دوران مدرن دیگه منشأ حقانیت اراده مردم و حاکمیت اونهاست که تعیین تکلیف میکنه و توسل به منابع کلاسیک از جانب حکومت یه جور بهانه است برای توجیه استبداد و سرکوب، درست مثل همون چیزی که در مورد حکومت اسلامی میشه دید، حاکمیتی که حقانیت حکومت کردن رو از دست داده و داره از این روش سنتی و پیشا مدرنی استفاده میکنه که خدا حکومت زمین رو به انبیا و اولیاش داده و ما هم به همون انبیا و اولیا وصلیم. در دوران مدرن دیگه اینکه پدرم حاکم بوده پس منم باید حاکم باشم، اینکه خدا حکومت زمین رو به انبیا و اولیاش داده و منم به اونا متصلم، یا اینکه من زورم میرسه پس من سلطان هستم، هیچ کدوم دیگه توجیه حقوقی و بین‌المللی پیدا نمی‌کنه و حکومتی هم که حقانیت خودش رو به مفهوم مدرن از دست داده فقط از طریق سرکوب میتونه به عمر خودش ادامه بده. اما میبینیم که شاهزاده رضا پهلوی با وجود دارا بودن ویژگی‌های سنتی اخیراً بیش از گذشته بر حاکمیت ملت و رأی ملت تاکید می‌کنه و به کسانی هم که معتقدن که طرفداری از شاهزاده رضا پهلوی به نوعی منجی سازی به حساب میاد و معتقدن که این طرفداری به نوعی نادیده گرفتن تکثر بین اپوزیسیونه و اینکه ایشون به دنبال تاج و تخت از دست رفته هستن، باید گفت که پاسخ شما همین قطعه کوتاه از سخنرانی ایشون هست. من بیش از این پرگویی نمی کنم و وقت رو میدم به نفر بعدی. عرض کنم آقای صلح‌جو بفرمایید، خواهش میکنم. سپاسگزارم خانم قیاسخان. راستش قسمت اعظم صحبتایی که من میخواستم بگم شما فرمودین، برای اگه بخوام یکی دو نکته بهش اضافه کنم در مورد منابع حقانیتی که در موردش صحبت داریم، این که منبع خونی یا ارتباط با طبق والدین فکر میکنم الان درست از نظر سنتی در واقع یکی از منابع حقانیت هست، منتها فکر کنم در مورد شاهزاده نمیتونیم اینو خیلی روش تکیه کنیم
به این نشون که من کسی رو نمیشناسم یا نشنیدم که تو ایران در تظاهراتی گفته باشه پس کنیم زنده باد ناصرالدین شاه مثلا. این از این نظر میگم خب به هر حال در زمانی در ایران سلسله قاجاری هم روی کار بودن، بنابراین با همین در واقع روال میبایستی پس می نوادگان اونها هم همینطور این حقانیت رو میداشتن. حالا طبیعتا خب تاریخ اونها یه مقدار دورتر از تاریخ معاصر هست، تاریخ پهلوی یه مقدار نزدیکتر هست، شاید این هم تأثیر داشته باشه. من تا فکر میکنم مورد اصلی در مورد شاهزاده این باشه که در واقع شاهزاده چه گفتمانی رو نمایندگی میکنه. یکیش خب کارنامه خود شخصی ایشون هست. ایشون در 40 سال گذشته هر جا صحبت کرده، از دموکراسی صحبت کرده، از حقوق بشر صحبت کرده، از سکولاریسم صحبت کرده، نه تنها صحبت کرده، فکر کنید یه جوری عملا هم ثابت کرده. فرض کنین ایشون خیلی بارها از زندانیان سیاسی دفاع کرده که هم نظرشون نبودن، فرض کنین به اردوگاه جمهوری خواهی تعلق داشتن یا اصلا به اردوگاه مشخصی تعلق نداشتن، کسانی که حتی ممکنه مؤمن بوده باشن در زندان‌های ایران بودن. در واقع این که حقوق بشر رو فارغ است در واقع عقیدهشون همیشه ازش دفاع کرده و خیلی موارد دیگه. منتها یه کارنامه دیگه داریم، حالا اسمشو بذاریم کارنامه تاریخی یا دودمانی در مورد شاهزاده. اینکه شاهزاده یک تاریخی رو از ایران نمایندگی میکنه، حالا چه ما موافق باشیم چه موافق نباشیم، که تاریخ همونطور که خودتون گفتین تاریخ شکوفایی بوده. از بیلان ایران رو در این تاریخ، در تاریخی که رضا شاه و فرزندش محمد رضا شاه در ایران در واقع حکمرانی میکردن، طبیعتا نقدای جدی هست به در واقع مدیریت سیاسی و آزادی های سیاسی و موادی از این قبیل. منتها شما شکوفایی زنان رو در نظر بگیرید، محیط زیست، مسائل اقتصادی، حتی نفت، حتی در واقع نقادانه ترین دید رو هم داشته باشیم، نقدای خیلی مثبتی هست در مورد تاریخ سلسله پهلوی در ایران. و خب شاهزاده در واقع این رو نمایندگی میکنه حتی اگه خودش نخواد. شما این اینه که فرض کنین یه قنادی رو ببندن و دنبالی بگردین خب این قنادی خیلی مشهور بوده، بهترین شیرینی های شهر رو داشته، خب طبیعتا از کسایی که میخوان دوباره به این قنادی پس این ادامه بدن، خب فرزند صاحب قنادی احتمالاً از همه بیشتر مورد اطمینان، چون ما این فکر رو داریم خب با همین کیفیت فرض کنین ادامه خواهد داشت. و فکر می‌کنم شاهزاده قدمی بیشتر هم برداشتن، نه تنها در واقع اینو نمایندگی میکنن، عرضه میکنن این موفقیت رو که میگم نقادانه ترین دیدها همون رو اثبات کرده، بلکه اومدن در مورد نواقعش صحبت کردن. هیچ وقت ما ندیدیم که شاهزاده در واقع سیستم سیاسی، سیستم بسته فرض کنین سیاسی ایران رو در قبل از انقلاب مهر تایید روش داشته باشه. همیشه گفتن بله در تاریخ ایران، تاریخی که پدرم و پدر بزرگم در ایران در واقع حکمرانی میکردن، خیلی خیلی از نظر سیاسی اشتباه بزرگی رخ داده. در واقع اون چه که اپوزیسیونی که مخالف شاهزاده هم هست و نقد داره بهش در مورد دودمان پهلوی، این موضوعی که آزادی فرض کنین نبوده، آزادی رسانه نبوده، سانسور بوده، ساواک فرض کنین این کار رو انجام داده، حالا فارغ از اینکه این آمارها چقدرش درسته چقدرش اشتباه است، متا شاهزاده هیچ وقت اینا رو تایید نکرده، در واقع صرفا موفقیتایی رو که بوده تایید کرده. همین ویدئویی هم که دیدیم بیشتر اثبات میکنه که ایشون نظرشون چقدر روی دموکراسی هست، روی جمهوریت هست، روی پاسخگویی هست، اینکه تمام کسانی که در مسئولیت هستن میبایست پاسخگو باشن، اولا انتخاب شده توسط مردم باشن و دومی که پاسخگو باشن به مردمی که اونها انتخاب کردن. و همین در واقع کارنامه‌ای که یه قسمتش رو خودشون نمایندگی میکنن در این طول 40 سال و یه قسمتی که حالا خواسته یا ناخواسته پدر و پدر بزرگشون این کارنامه رو نمایندگی میکنن، به همین دلیل هم میبینیم که اقبال عمومی نسبت به مجاهدین وجود نداره. مهم نیست که الان میگن ما سکولار هستیم، دموکرات هستیم، خب مردم ایران کارنامه رو نگاه میکنن، یه حافظه تاریخی دارن، نگاه میکنن بله در طول پس کن جنگی ایران عراق مجاهدین چه کاری داشتن انجام میدادن، داشتن برای علیه ملت خودشون در واقع میجنگیدن. و منتها یه نکته هم وجود داره، اون همین که این کارنامه هر چقدر مثبت باشه در واقع به یه چالشی تبدیل شده. این ویدیو رو که نگاه میکنیم، ویدیویی که از سخنان شاهزاده بود، خب ایشون اصرار میکردن که تمام مناصب حکومتی باید انتخابی باشه،
بنابراین قاعدتا هیچ میبایدی تمام جمهوری خواه ها در واقع جبهه ایشون بودن. ولی فکر میکنم در واقع همین ارتباطی که با این گذشته وجود داره، گذشته در واقع سلسله پهلوی، در بین حداقل بگیم شاید نمیدونم اسمشون رو بذاریم جمهوری خواهان خیلی تندرو، نمیدونم چشم میشه گذاشت، انگار یک نگرانی وجود داره، انگار که شاهزاده علارغم تمام ادعاهایی که میکنه در مورد سکولاری، در مورد دموکراسی، در مورد انتخابی بودن در واقع مسئولیت ها، انگار این ترسی که باز هم ممکنه در واقع تاریخ ادامه پیدا کنه از اون جایی که قطع شده 43 سال پیش و 43 سال بعد این سلسله مشروطه در اینا ادامه پیدا کنه. شما فقط در این قالب میتونین این عکس العمل ها رو ببینید و الا چه به عنوان یه جمهوری خواه، چه به عنوان مشروطه خواه، شما به حرفای شاهزاده نگاه کنین، هیچ اثری از این که شخصی باشه که صرفاً فرض کنین به دنبال برقراری دوباره نظام پادشاهی در ایران باشه نمیبینین. و اتفاقاً از اون طرف هم سلطنت طلبان تندرو باز هم به همین دلایل، به همین دلایل اینکه شاهزاده از جمهوریت، از انتخابی بودن در واقع مسئولیت رو داره صحبت میکنه، با اون حالا نمیدونم دید نوستالژی بگیم، با اینکه نه پادشاهی باید در ایران دقیقاً به همون صورت گذشته، اینکه پادشاه در رأس امور فرمانده ارتش فرض کنیم سکاندار اقتصادی مملکت باشه، به همین دلیل از ایشون نقد میکنن. یعنی ما دو طیف کاملا دور از هم از این نظر مشترک داریم که یک طیفش به شدت در واقع طرفدار رژیم گذشته با همون صورت با همون فریم و چارچوب هستش، و یه سری حالا جمهوری خواه بگیم یا کمونیست های بگیم که تنفری دارن از رژیم گذشته و به هیچ وقت نمیخوان در واقع هیچ امکانی حتی از نظر احتمال وجود داشته باشه که پادشاهی مشروطه در ایران برقرار باشه. مثلا ماها یعنی سکولار دموکرات هایی که به اصول سکولار دموکراسی اعتقاد داریم فکر میکنم خب نمیتونیم ایشون رو ببینیم و حمایت نکنیم. ایشون سمبول همیشه در گفتار و کردارشون سمبول تمام چیزهایی بوده که ما همیشه در موردش صحبت کردیم و فکر کردیم جوابگوی مشکلاتی است که مملکت ما باش در واقع روبرو هست. و اتفاقا به این دلایل خود شاهزاده تبدیل به یه منبع حقانیت شده. یعنی شما ققنوس رو که میبینین، میبینین که گروهی که شاید قبلا خیلی شناخته نبودن، انسان‌های بسیار وارسته‌ای بودن، متا برای عموم ایران خیلی شناخته نشده بودن و صرف حمایت شاهزاده یه حقانیتی بهشون داد که الان همه بسیاری در واقع از مردم ایران فرض کنید جناب دکتر هودیشتیان رو میشناسن. در واقع خود شاهزاده به دلیل تمام مشخصاتی گفتن، کارنامه خودشون و کارنامه‌ای که بخوان یا نخوان نمایندگیشو دارن، نمایندگی از اون سلسله که در ایران حاکم بودن و کارنامه مثبتی داشتن، خودشون هم به نوعی تبدیل به منبع حقانیت هم شدن. من جمعی اینها رو که بخوام خیلی خلاصه کنم، این که یکی از مهمترین منابع حقانیت فکر کنم کارنامه هست، کارنامه اون گفتمان و کارنامه اون شخص در هر موقعیتی که قرار بگیره، و حافظه تاریخی ملت ایران طبیعتا میتونه جدا کنه اون کاندیداهای مختلفی رو که حالا ادعای فرض کنین آلترناتیو بودن دارن یا نمایندگی فکر میکنن که میتونن در واقع آلترناتیو باشن، و این کارنامه پاک نشدنیه برای تمام گروه ها، همطور که برای شاهزاده پاک نشدنیه، برای کمونیست های پس چپ های ایران هم کاری ندارم که الان موضعشون که این کارنامه چه پس این چپ رو میگه، چپ های ایران برای مجاهدین، برای حالا جمهوری خواهان ایران همه کارنامه همه اینها وجود داره و طبیعتا بهش هم رجوع خواهد شد. ممنون. سپاسگزارم. آقای شهرام عباس‌پور بفرمایید، خواهش می‌کنم. ممنونم خانم یاسفن. خدمتتون عرض کنم که در مجموع صحبت‌های دوستانو که گوش می‌کردم و ویدئویی که از شاهزاده رضا پهلوی دیدیم و صحبت‌های جناب نوری‌علا، من فکر می‌کنم در نهایت به این معنی می‌رسیم که هر کسی اون حقانیتش رو و مهر تاییدش رو در نهایت از مردم ایران حتما دریافت خواهد کرد. خیلی خوشحال شدم که آقای نوری‌علا در صحبتاشون تأکید کردن که حداقل تا زمان حال ما شخصیتی رو
محبوب تر از شاهزاده رضا پهلوی در نزد مردم ایران نداریم، این واقعا ادعایی نیستش که ما بخوایم در برنامه هامون در واقع تبلیغی از ایشون کرده باشیم. معذرت میخوام، چون به نظر شخص من ایشون اصلا نیازی به تبلیغ ما با این برنامه ها ندارن. و اینکه خانم قیاسفن شما خودتونم در صحبتاتون فرمودید، اشاره کردید که کسانی که میخوان انتقاد بکنن یا ایراد بگیرن میگن اون شعار رضا شاه روحت شاد اصلا هیچ ربطی به شاهزاده رضا پهلوی نداره و بعدم اصلا هیچ درصدی در دست نیستش که بتونیم بگیم که چند درصد مردمن که این شعار رو میدن و برای چی رضا شاه رو به ایشون میخوان به صلاح ربط بدن. خدمتتون عرض کنم که من بارها حتی شنیدم که در مصاحبه هایی که با شاهزاده رضا پهلوی شده، ما اصلا قصد تحریف تاریخ رو نداریم. مردم ایران خوشبختانه الان با تاریخ خیلی خوب آشنا شدن. بارها از شخص ایشون سوال شده که زمان پدر شما این ایرادات بوده، زندانی سیاسی بوده، فلان بوده. ایشون فقط نه رد کردن نه تایید کردن، گفتن این رو واگذار میکنیم به صلاح مردم ایران و اینکه تاریخ باید ثابت بکنه که واقعا چقدر حقیقت داره کسانی که تحریف میکنن اون زمان رو یا کسانی که میخوان تطهیرش بکنن به طور کامل. ما هممون میدونیم که به هر حال اون زمان هم مشکلاتی بود که منجر شد که به اینجا ختم بشه، ولی به هر حال موضوع ما این هستش که در حال حاضر حتی بنابر نظرسنجی ها هم نشون میده که محبوب ترین شخص در حال حاضر شاهزاده رضا پهلوی هستن و تا به الان ایشون هیچ جایگاه سیاسی برای خودشون قائل نشدن. و شاید بیشتر من فکر میکنم منظور ایشون این هستش که من که میدونم چقدر محبوبم در نزد حالا مردم یا شناخته شده هستم در جامعه جهانی، اگر واقعا کسان دیگه ای هم همچین ادعایی دارن میتونن قدم به میدون بذارن که مردم ایران باز در نهایت بتونن اینو در معرض قضاوت بذارن و تایید بکنن که کسی بهتر از ایشون، لایقتر از ایشون هست یا نه. من فقط میخواستم به همین نکته اشاره بکنم که واقعا کسانی که برنامه های ما رو میبینن صرفا فکر نکنن که ما فقط این برنامه ها رو میسازیم که از شخص شاهزاده رضا پهلوی تبلیغی کرده باشیم. این که به هر حال ایشون به چیزی که هستن حی و حاضر، به انسان زنده و فقط صحبت هایی که ایشون میکنن همونجور که دوستان همه اشاره کردن، اون مجموعه که ایشون دارا هستن از کاریزما، از چهره جهانی بودن، از تحصیلات، از به هر حال یک انسان دموکرات سکولار و به هر حال ایشون بیش از 43 سالی که در جامعه دموکرات دارن زندگی میکنن و ما فقط میتونیم بگیم که در حال حاضر همینجور که آقای نوری علا گفتن فعلا ایشون شایسته تر از ایشون کسی رو سراغ نداریم و جریانات دیگه هم که ادعا میکنن اگر میخوان این ادعا رو ثابت بکنن میتونن نماینده خودشون رو در معرض دید همگان بذارن، معرفی بکنن. چه بسا جناب شاهزاده رضا پهلوی هم گفتن که یه انسان در اصل جمهوری خواه هستن یا جمهوریت خواه هستن که ایشون هم باور دارن به این که هر چیزی که در نهایت رأی ملت و انتخاب ملت باشه. ممنونم خانم قیاسفن.